کمک بچه ها خدا بچه ها زدم رو ترمز بفرمایید ببخشید دیگه کلکی درست کردم از سر ما میاریم دست شما درد کسی خونه نیست همه هستن فقط جای شما خالیه تشریف بیارید والا سلام علیکم خونه خودتون خوش اومدید بفرمایید دارم محمد کنم گذاشتم تو تختش یه بابا برم پایین ببینم کی آقا جون نمیدونم الان دیگه راستاسی میشه گفت خونه خونه خودتونه برحال نمیدونم با چه زبانی از تک تکیتون تشکر بکنم امیدوارم انشالله تو شادیاتون تو عروسیاتون بتونم جبران بکنم من خدمتون عرض بکنم که ستایش چی شده؟ احضاریه دادگاز به چی هست؟ میخوام بچه هامو ازم بگیرم ستایش بابا برای خودم چایی درست کردم میخوری؟ آقا جون بخوابن الان می به به چه چایی شده همیشه شما چای میدادید حالا من نمیخوای امتحانش کنی؟
آقا جون. جانم. اگه بچه ها رو ازم بگیرن من چی کار کنم؟ تو واقعا میخوای بچه ها رو خودت بزرگ کنی؟ خب معلومه. تو فکر میکنی برای این کار شایسته تر از فردوسی؟ بله. برو دادگاه ثابت بکن. واقعی اون روزی اشتباه بود. حالا اشتباه من یا تو فرقی نمیکنه. برای یه اشتباه هم صلاحیت کسی زیر سوال نمیره. برو دادگاه ثابت بکن که صلاحیت حضانت بچه ها رو داری. ولی قبل از اینکه برای اونا ثابت بکنی باید خودت باور داشته باشی که میتونی این کار رو بکنی، اونم از ته دل. آقای رئیس، همونطور که به تفصیل در لایحه و اوراق زمینه‌ای که به دادگاه محترم تقدیم شد، تقاضای سلب حضانت اطفال از مادر را داری. همه چیز تو لایحه نوشتم. حرف دیگه هم هست آقای وکیل؟ بذارین آقای رئیس. ببخشید، من نمیدونم این آقاتون کاغذی که شما الان میخوندین چی نوشته و از کدوم ماده و تبصره و قانون حرف زده و خلاصه چجوری سر تای قضیه رو هم آورده. ما دو کلوم حرف رک و راست داریم میگیم. اگه خلاف بود دستور بدین گردن ما رو بزنن. دفعه قبلم اومد اینجا گفتیم بچه ها رو بدین به ما، فقط قانون و تبصره و ماده شنفتیم. آخر سرم شما فرمودین تا مادر هست حضانت به پدر بزرگ نمیرسه، قانونه. ما چی گفتیم؟ گفتیم چشم. پیش قانون گردنمون از مو باریکتر. گشنیم و رفتیم. اما چی شد آقای قاضی؟ این خانوم دوتا بچه معصوم انقدری رو میذاره تو خونه، گاز روشن میکنه و میره. با امید کی؟ یا پیرمرد مشنگ که خوش رو نمیتونه نگه داره. آقا لطفاً ادب داشته باشین. آقای قاضی ما بیادبی کردیم. مشنگ ادبیه؟ ای بابا، آخه ما هم یه چیزایی حالیمون میشه، الکی نمیگیم. ما هم یه پرسجویی میکنیم. بابای این خانوم، نه اینکه من بگم ها، همه بپرسیم. همه میگن پاری وقتا تو خیابون سفرش رو میگیره و خودش اختلاط میکنه. اون دائم الذکره. بفرما. این جماعت هر چی که بگی در جوابت یه بونه از تو آستین میارن بیرون. خلاصه آقای قاضی خونه آتیش میگیره، در همسایه میریزن و کمک میکنن که اگه نیامده بودن الان من به جای نوه‌هام باید دوتا جزغاله تحویل میگرفتم. ببین وسعت نمیرسه، وقتت نمیرسه، کمک دست نداری. بچه ها رو بده به من، عوض اینکه کلهش سحر بلندشی بری واسی تو صف شیر خشک دم در دواخونه، من برات آدم ردیف میکنم از در دواخونه تا در خونه که قوطیای شیر خشک همینجور دست به دست برسونن تا خونه. اصلش آقای قاضی یه انباری میخرم تا سقفشو شیر خشک میچینم واسه بچه ها. هده این حرفا رو دفعه پیش هم زدید آقای فردوس، کوتاه کنید. باش آقای قاضی، درز میگیرم، نمیتونم. زور کنی خونه که آتیش میگیره یه چند تا از این همسایه‌های خلوچل حالا صدقه سری نمیدونم واسه چی میریزن و ظرف یه هفته این خونه رو روبرا میکنن و ایشون رو بچه‌هاش میره اون تو. آقای قاضی من حالا میخوام بفهمم اگه همین همسایه‌های خلوچل نبودن که اونجا رو درست کنن، این خانم این دوتا نوه طفل معصوم من شب کجا میخوابوند؟ تو پارک؟ تو خیابون؟ تو ترمینال؟ خلاصه این دفعه دیگه صحبت جون نواهای منه. نواهای من پیش این خانوم جونشون در خطره.
ببین آقای قاضی، حالا ببینم بازم قانون من میگه نمیشه؟ این دو کلمه حرف حساب ما تمام. بفهمید بشینی. بله چشم. خب حرفی برای گفتن دارید خانم؟ نه. یعنی تمام ادعایی که آقای فردوس گفتن تایید میکنید؟ نه آقا. خب با سکوت و حرف نزدن که نمیتونی خلاف حرفای آقای فردوس رو در مورد عدم صلاحیت خودتون برای حسانت بچه ها ثابت کنید. بنابراین بهتون توصیه میکنم اگر حرفی دارید بزنید. تو فکر میکنی برای این کار شایسته تر از فردوسی؟ باید خودت باور داشته باشی که میتونی این کارو بکنی، اونم از ته دل. من نمیگم بی‌نقصم. هیچ آدم اینو نمیتونه بگه. منم مثل بقیه آدم ها. من اون روز اشتباه کردم. اما کدوم آدمیه که تا حالا اشتباه نکرده باشه؟ نمیگم با کارم بچه‌ام به خطر نیفتادن. اما کدوم مادریه که حداقل یک دفعه اشتباه نکرده باشه؟ دست بچه‌اش با اتو داغ نسوخته باشه یا به خاطر کم لباس پوشیدن بچه‌اش سینه پهلو نکنه. به خاطر غذایی که به بچه‌اش میده غذا تو گلوی بچه‌اش نپره. نه. من خودم رو مقصر میدونم. اما فقط خودم رو. نه هیچ کس دیگه ای رو. خب اما شما صحبت های این آقا رو شنیدین و از توی صحبتاش میتونین بفهمین تو چه دنیایی میخواد بچه های منو بزرگ کنه. اون به پدر من، به مردی که یک عمر رو با عزت و سربلندی پشت سر گذاشته میگه مشنگ. اون به مردی که یه عمره داره ذکر میگه مسخره میکنه و میگه با خودش اختلاط میکنه. تو دنیای این آقا هیچ چیزی قشنگ نیست به جز پول. هیچ چیزی با شکوه نیست به جز چیدن قوطی‌های شیر خوش تا سقف انبار یا درست کردن یه زنجیر آدم که از مغازه تا در خونه قوطی‌های شیر خوش رو دست به دست بیارن. خب این یعنی چی؟ اصلا کدوم آدم عاقلی میتونه یه همچین صحنه‌ای رو تصور کنه؟ درسته همسایه‌های من در عرض یه هفته خونه داغون منو جمع و جور کردن، فرشا رو شستن، دیوارا رو رنگ زدن، مبلامو تمیز کردن، کابینتای سوختم رو عوض کردن. اون باور نداره که برای این آدم و این مفهوم زندگیه. مفهوم با هم بودنه، غم هم خوردنه. اون این کارو صدقه میدونه و بهشون میگه خلوچل. من یه چیز میخوام آقای قاضی. من نمیخوام بچه هام تو دنیای این آقا بزرگ شن. نمیخوام همه چی رو با معیار این آقا بسنجن. من میخوام بچه‌هامو بین همون آدمایی که این آقا بهشون میگه خلوچل بزرگ کنم. من میدونم اون روز اشتباه بزرگی کردم، اما شما به خاطر یه اشتباه میخواین بچه‌های منو از من بگیرین؟ این به نظر شما عدالته؟ بشینید. آقای قاضی، این خانم همه شما حرفاتون زدید آقای فردوس. ده. آقای قاضی، حالا دیگه داره به قانونم سنبه میزنه. یعنی چی سنبه میزنه؟ ببینین آقای قاضی، همه خانوما همینن. تا وقتی حق باهاشونه که حق باهاشونه. اما همچی که بفهمن هوا پسه، یه دو تا قطره اشک چاشنی قضیه میکنن که جیگر زلیخا براشون کباب بشه. این خانومم فهمیده گاف کرده و فهمیده که دیگه قانون اون دوتا بچه رو نمیده دستش که ببره جزقالشون بکنه. حالا یه مش حرف چرت و پلا رو سرهم کرده، یه دوتا گوله اشکم زده بر دستش که چی؟ که دل شما رو بسوزونه، که بازم هواشو داشته باشی. من این کلکا رو فوتابم. آقای فردوس، نه اشکای این خانم، نه حرفا و ادعاهای شما، نه حتی اون انبار شیر خشک شما هیچ کدوم تو این دادگاه مؤثر نیست.
تنها چیزی که تو این دادگاه موثره قانونه. بله قانونه. در این مورد هم چون در تخصص شما نیست اجازه بدید من با وکیلتون صحبت میکنم. بفرمایید بشینید. بله. آقای وکیل. بله آقای رئیس. در مورد سلب حسانت از خانم نادری مستنداتون کدوم ماده است؟ من تو لایحه‌تون نمی‌بینم. عرض می‌کنم ماده قانون در موردی است که ماده‌شو می‌دونم آقای وکیل. مستند شما کدوم بندشه؟ خود ماده جناب رئیس صراحت داره. لطفاً تفره نرید آقای وکیل. کل گویم نکنید. در ماده‌ای که شما بهش اشاره کردید تمام مواردی که موجب سلب حضانت از مادر میشه به تفصیل اومده. فقط شما به من بگید که قسمتی که قصور مادر رو به عنوان سلب حضانت از روزه کرده کجای این ماده قانونه؟ حقیقتش آقای رئیس به صراحت ذکر نشده ولی مواردی داره که میشه استنباط کرد. بفرمایید بشین آقای وکیل. استنباط هم بذارید به عهده دادگاه. آقای احمدی، آقای کرمی، اینو برده، من این خانم چیزشو بنویسه، هزارو توی که شما چی فرمودی آقای وکیل؟ عرض کردم ممکنه رد بشه. بله. یعنی چی؟ یعنی چی ممکنه رد بشه؟ ببین آقای وکیل دیگه این دختره باید چیکار بکنه که اینا باور بکنن نمیتونه این بچه ها رو نگه داره. آقای فردوس من نمیفهمم این چه قانونی آخه. شما بفرمایید چند لحظه اینجا بنشینید تا من خدمتتون عرض کنم. بفرمایید. قضیه حضانت و رأی به اون هیچ وقت به عنوان امر مختومون به تلقی نمیشه. اینایی که گفتی یعنی چی؟ هر موضوعی در دادگاهی رسیدگی شد، رأی صادر شد و روال قانونش رو گذروند دیگه نمیتونه در هیچ دادگاهی رسیدگی بشه. اینو بهش میگن امر مختومون به. خب مسئله دعوای حضانت مشمول این امر نمیشه. یعنی شما اگه صد بار شکایت کنین رسیدگی بشه و دعواتون رد بشه برای بار صدیکم باز هم میتونید طرح دعوا کنید. این یعنی این که ما میتونیم دوباره با یه دلایل دیگه طرح دعوی کنیم. اما پیشنهاد من به شما اینه که وقت و پول و اعصاب خودتون رو به هدر ندید. صبر کنید دو سال تموم بشه پسرا رو بگیرین. خودتونم که میگین چنان دارین میپایینش که نمیتونه جایی بره و شما خبردار نشین. ببین اون که آره رو شاخشه. سلام خانم نادری، حالتون خوبه؟ خوب هستی؟ سلامتی؟ سلام باشید. سلام. آقا قاسمی 7-8 کیلو هندونه خوب به هم ده. چشم، به سلامتی مهمون داریم. با اجازه. حالتون که خوبه؟ خوبم الحمدلله. بابا یه چند تا هندونه خوب بده. بده بابا. اسم شما چی بود؟ احد. آقا احد. آقا احد درس خوندی؟ بله تا ابتدایی خوندم. دوست داری درس بخونی؟ خیلی. پس چرا دیگه نخوندی؟ بندونه بنداز بابا. اسم شما چیه؟ اسد. آقا اسد، تو هم درس خوندی؟ بله تو اول ابتدایی. دوست داری درس بخونی؟ بله ولی فوتبال بیشتر. یه هندونه بنداز بابا. فوتبالیست هم باید با سواد باشه دیگه. فوتبالیست بی سواد که به درد نمیخوره. بیا پایین بابا، بیا پایین. ببر هندونه هم به خانم نادری. ببر. بپر بابا پایین. بپر پایین. ای والا پسر. چقدر میشه؟ قابلتون نداره خانم نادری. اجازه بدید. 10 کیلو. بفرمایید. دستتون در نکن. حالتون خوبه خانم نادری؟ من خوبم آقا قاسم. چی شده شما اینقدر امروز حال ما رو میپرسین؟ یه همسایه ها گفتن امروز دادگاه داشتین. ما گفتم خوبه خوبم الحمدلله. خدا رو شکر.
چرا بابا معطلی؟ خب برو برسون. نه عزیز من، اجازه بدیم بقیه شو بتونم. باشه برای بچه ها. خدافظ. سلام ستایش، اومدی؟ دادگاه چی شد؟ خدایا شکرت، هزار مرتبه شد. بیا بریم برام تعریف کن ببینم چی بود. چی باید گفتم قاسم؟ نگفتم دور دور ایناست؟ خب هست دیگه، حقم باهاشون نباشه. از زیر چادر یه پیاز فشار میدن تو چشاشونو، حالا عشق نیاد چه عشق بیا. آزه پیازم لازم نی. روزی که خدا این جماعت رو آفرید، شیر عشقشون رو داد دست خودشون. حالا هر وقت لازم باشه چی؟ فرش میدن، عشق فواره میزنه. تموم شد، تموم شد اون دوره‌ای که مردا آقایی میکردن قاسم. تموم شد. یعنی دیگه تموم شد آقا؟ ببین نونه چوپونه میخوره بهتر. بذار از این کارا بکنه، بذار از این کارا بکنه تا بلایی که میخوام سرش بیارم قد و قواره گناهش باشه. من چند ماه دیگه مونده، چشم بزنی تموم شده. تو هم که اونجا مواظبی نمیتونه جام بخوره، مجبوره پسره رو برداره بیاره دو دستی تحویل بده. اون وقت ما میشیم سواره، ما میشه پیاده. حالا میبینی چی کارش میکنم. نمیذارم پسره رو ببینه، عمرن التماس بکنه، شکایت بکنه، دادگاه بگه. هزار تو بامبول میشه زد. یه رو میاد بچه خوابه، میره فردا میاد بچه رو بردن دکتر. هفته دیگه میاد بچه سرخک گرفته. ماه دیگه میاد بچه رفته مهد کودک. یک قش میدم تا بچه رو ببینه، همون جوری که اون داره منو دق میده. ببین قاسم، از روزی که بچه رو تحویل بگیرم تا آخر عمرش حسرت دیدن پسره رو به دلش میذارم. یعنی آقا اصلا نمیذاری بچهشو ببینه؟ معلومه نمیذارم. خب مادرشه. نه کی؟ منم پدر بزرگشم. من هنوز یه دفعه، فقط یه دفعه نتونستم نوامو بغل کنم، نتونستم رو زانوم بشونمش. من دل نرم، من آدم نیستم. من دلم واسه بچه طاهر پر نمیزنه. چطور میشه برای اونا دوشید؟ به ما که میرسه یا نره یا شیرش خشکیده؟ نه قاسم، نمیذارم ببینتش. بنام شما که مخالف نیستین، هستین؟ نه آقا، شما صاحب اختیار، ما چه کارم؟ باریکلا بپر برو بار بزن برو سر پستت. ببین قاسم جنگه با تو، سرباز جبهه منی ها، نری سر پاست چرت بزنی. افتاد؟ بله آقا، ما کی چرت زدم، کی دومین بارم باشه. افتاد با اجازت. آره سر پاستت. باشه باش، اول سر سفره قد نمیخندن، غذاشون رو میخورن مردم. خانجو سلام آقا قاسم. سلام خانم. تو رو خدا بفرمایین، برکت خدا گناه داره. سلام سلام.
چرا انقدر دیر نهار میخوریم؟ والا شکم وقت و بی وقت نمیشناسه خانم. هر موقع توش پر کردی میگه خدا را شد. نوشه جان بفرمایید. نوشه جان بفرمایید. آقا اسد برات کفش کوچیکم خریدم. دست شما درد نکنه. دستتون درد نکنه. اگه رنگ و مدلشو دوست نداشتی برو سر کوچه، از سر کوچه گرفتم عوض کن. چرا زحمت کشیدید خانم؟ کفش داشت. میدونم آقا قاسم کفش داره. من براش کفش فوتبال گرفتم. دستتون درد نکنه. آقا احد بیا اینجا. برای تو هم کتابای اول راهنمایی رو گرفتم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. با اجازه. صبر کن کمک. نمیخواد بشین غذا تو بخور. با اجازه. آقا جون کفشش خیلی قشنگه. بذار ببینم اندازه‌مه. بکن بابا. عجب چیزه. باش شاید فوتبالی بازی کنه. ای بدنه. میخواستم ببینمش. نوشته چی توش نوشته؟ یه دقیقه ساکت دارم میخونه. دختره گلم اینجوری نکن دیگه، مادر برات خودش میخره. آدم با خواهرش اینجوری حرف نمیزنه. ببخشید. عجب زنیه. آخه ندیده و نشناخته واسه بچه های من کیف و کتاب بخره. بفرمایید. دست در نکن. یا علی. آقا قاسم. بله. میگم این زنه نباید آدم بدی باشه ها. شاید یه چیزی از آقا فردوس میدونه که ما نمیدونیم. به قول آقا اشمت فردوس میگه شما زنا وقتی که با هم بشین پدر مردا رو در میارین. راست گفت. بریم مثال. اگه یه زنی با ماشین بزنه به یه نفر پاش بشکنه ها، همه میدونن جلو وای 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 وای. نمیگن یارو پا شکست. آخه زن بدبخت ماشینش داغون شد. حالا اصلا نزنه پاشم بشکونه، بیفته مرده بمیره. هیچکس که نمیگه چرا مرده مرد، همه میدونن آخ 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 آخ. این زنه حالا بدبخت و زندان، چه بدبختی میکشه، چی سرش در میاد. نمیگن یارو مرد. بابا حشمت فردوس بیچاره چی میگه؟ میگه عروس خوبان بیا تو خونه خودت واسه خودت خانومی کن. عروس چی میگه؟ میگه پدر خودمو به چهامو در میارم تا حرف تو پیش نره. باشی شیرین این عسل ایشالله. بفرمایید چاقو ماقو نداره اما دیگه اینه میشه 40 تومن. بفرمایید دستتم در نگاه. بفرمایید خوش اومدی. ای بابا سلام آقا قاسم. سلام سلام خانم. دستتون درد نکنه، چرا زحمت کشیدی؟ میشه جان فقط فاتحه یادتون نره. چشم بخورید فاتحه‌ش هم میفرستم. اسد بابا. بله آقا جون. بیا بابا بیا برو احد صدا بکن بیا یه لقمه نون بخوره. آقا قاسم ببخشید. بله خانم. چرا بچه‌ها رو نمی‌فرستین مدرسه درس بخونن؟ خیلی باهوشن. خوندن دیگه خانم. همین که حساب کتاب بلد باشن، بدهی بشناسن، طلب بشناسن، بسشونه. میخوان چیکار؟ خب این که همپای شما بیان و برن. او دنیا که اینجوری نمیمونه خانم. اگه خدا بخواد گوش شیطون کرد، گوش شیطون کرد، احد پسر با عرضه‌ایه. اگه بتونم نه اینجاها
پایین شهر یه مغازه کوچولو براشم بگیرم بسشه دیگه، میشه میوه فروش. ببخشید آقا قاسم، یعنی سقفی که براشون آرزو دارین همینه؟ مو خانم سقف مف حالیم نی، ما یه میوه فروش وانتی هم، پسرم بشه مغازه دار بده. ولی بچه هاتون میتونه. یه کتابای من دست نزنید. عکسش قشنگ بود. سلام خانم نادری. سلام احمد جان. بیا بابا بیا. خانم نادری براتون آش آورد. دست شما درد نکنه. برو برو. خیلی زحمتش. برو مقوا رو به. دست شما درد نکنه. برو بابا. آقا قاسم. بله خانم. اگه میگیم بچه هاتون با ارزن، پس لیاقتشون بیشتر از این چیزیه که شما میگید. بذارین درس بخونن. حیفه. با اجازه. بابا جون خود نمیاد از این هاشو بخوری؟ نه از این برو بابا نمیخوام چه گیری کرده. چطه بابا؟ چیه؟ دماغت خون داره میاد؟ نه قزم میخوای بایستم؟ نه ها؟ نه 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 چسب عزیزم به شیشه سرت میشه چسب به شیشه داغون میشه بابا. نه نه خب برو به چسبه این عروسه کاری زیر شیشه هست احد احد بابا. بله آقا جو. میگم این چیز به این خانم نادری درباره مدرسه رفتن چیزی که نگفتی بابا گفتی؟ نه آقا جو نه. اگه چیزی پرسی چیزی نگو بابا. اینا خودشون عقل ندارن، تا یکی رو میبینن میخوان نصیحتش کنن. تو چیکار برای به بچه ما؟ ای بابا سقف پایین و سقف بالا، ما چیکار دارم به سقف؟ بیا همه رفتن درس خوندن چیکاره شدن؟ بیا ها همین همین حشمت فردوس، بیا حشمت فردوس می درس خونده، بیا بیا چقدر مال و منال داره. چته؟ چته بابا؟ خوب میشه؟ میدونم بابا احد؟ آقا قاسم، چی شده؟ خانم نداری، خانم نداری بچه من دست را هیچی نیست، هیچی نیست دیدی چه زود بند اومد؟ سر تالو بیار بالا، بیار بالا، خودت هم بگیری بیمی تو، بری بند اومد بابا. آره آقا جون خوبه خوب شد. به صورتش خوش کنم. آقا جون یه لطفی میکنیم براش شربت آبلیمو درست کنیم. ای بشه شمانو دکتور بفرم هوله. عمل دیگه باشه. هوله رو بگیر اگه خونم اومد رو هوله بیاد بیا بشیم اینجا. هیچی نیست گرما زده شدی. برادر و مادر منم وقتی گرما زده میشدن خوندم آب میشدن. بند اومد؟ بله آقا جون. بیا بابا بده بهش بخوره. آقا جون یه زحمتی براتون داشتم. به این آقا قاسم بگین اگه میخواد احدو ببینه بیاد بالا، خیلی نگرانش بود. بعدم به ملوک خانم برین یه سری بزنین اگه بچه اذیتش میکنن بیاره بالا بچه ها رو. امر دیگه باشه آقا جون. ببخشید آقا جون. نه بخور. چرا باید بخوری؟ بخور واسه فشارت خوبه. بخور بخور. آقا سلام. سلام آقای نا. ببخشید دستم خونه. چی شد؟ هیچی. حالش خوبه نشسته داره شربتشو میخوره. خدا را شکرت. اگه میخوای ببینیش بیا بالا. من در باز میذارم. دستتو درد نکنه. چشم مزاحمتون میشم. دستتو در... کجا؟ اسد کجا؟ بابا دستم خونه برو یه چیزی عرضه بیاد. دستم بشورم. آب یه چیزی. بودو بابا. بیا بخور. ممنون. چرا نمیخوری؟ آخه دیگه نمیتونم. همون یه لیوان بس. ممنون. به بابات گفتی که میخوای بری مدرسه؟ نمیشه خانم. چرا نمیشه؟ بچه ها اذیتم میکنه. یعنی چی اذیتت میکنه؟ مسخرم میکنه. به من میگه احد هندونه. به داشم اسد میگه نسد هندونه. با آقامون گفتیم دو دفعه اومد ولی بازم مسخره میکنه. پس خودت نمیخوای بری مدرسه؟ نه من دوست دارم اما بابا میگه لازم نکرده.
دیگه میخواستی بابات چیکار کنه. تو با این کارت به بابات حالی کردی که از کارش خجالت میکشی. چرا؟ دزدی کرده؟ قاچاق کرده؟ کلاهبرداره؟ نه، مثل بقیه مردم داره کاسبی میکنه. تو اگه از کار پدرت خجالت نمیکشیدی، هیچ کس هم جرأت نمیکرد بابتش اذیتت کنه. تو هیچ میدونی اگه پدرت نبود، دو تا بچه های من و پدرم تو آتیش میسوختن. پدر تو جون اونا رو نجات داد. یه امروز به سرت آفتاب خورده، دیدی چه حالی شدی؟ 20 سال پدرت تو آفتاب تابستون و تو سرمای زمستون داره کار میکنه. چرا نمیری به همکلاسیات تو مدرسه بگی پدر من از 4 صبح تا دم غروب کار میکنه که پول حلال برای زن و بچهش بیاره، نه پول حروم خلاف؟ چرا نمیری به همکلاسیات بگی پدر من جون 2 بچه و 1 پیرمرد رو نجات داد؟ وقتی هم که ازش تشکر میکنی حتی سرشو بالا نمیاره نگاه کنه. دیدی امروز یه ذره خون از دماغ تو اومد، پدرت داشت قبض روح میشد. اگه ولش کرده بودیم تا خود شب مثل ابر بهار گریه میکرد. آقا احد، برای یه همچین پدری که جونش برای بچه هاش میره و عاشق خانوادشه باید افتخار کنی، نه اینکه از کارش خجالت بکشی. بالاخره میخوای بذاری این بقیه شربتشو بخوری یا نه؟ آقا جون، گفتم یه ذره من نصیحت کنم. تازه شربت مجانی که نمیشه، یه ذره هم باید نصیحت چاشنیش میکردم. بیا بخور. یالا بفرمید قاسم بابا. سلام علیکم. سلام آقای نادری. بفرمید دستتون در بابا چطوری خوبی؟ دستتون سلام خانم، حالتون؟ دستتون درد نکنه، ممنون. بابا تشکر کردی؟ بله، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. خیلی زحمتتون دادی. از خواهری خدا کمتون نکنه، ایشالله هر چی بخواییم بهتون بده. اجازه ما رو بده. با اجازه، ببخشید کار داریم، با اجازه. دستتون درد نکنه، ممنون. اسد پسرم. بله ماما. بودو بیا، بودو پسرم. این دوغو وردو ببر بذار جلوی بابا. چشم. آفرین پسر گلم. بشقابه رو بذار که دخترم. آقا قاسم کجایی؟ بفرما. بسم الله. بکش من برم سالادارو بیارم. بده بابا بشقاب. بی جلو بیا بابا بیا. بیا دخترم. بشقاب ننت هم بیار جلو. بس آغاز. آقا قاسم. بله. مگه عدس پلو دوست نداری؟ چرا؟ دست درد نکنه. خب میگفتی یه چیز دیگه برات درست میکنم، خوب نشده؟ چرا خوب شده، دست درد نکنه. خب پچر اینجوری میخوری؟ مریم غذاتو بخور. چشم. چه خبر داره خونه گوشونی سرتون؟ مگه نمیدونی باباتون خسته است؟ مرضیه؟ برو واسطه نگاهشون میکنی، ببر بخوابون اون بچه رو ببینم. من چه اینا دارم میخوابم، تقصیر من نیست. ساکت زیبا، هر ساکت. اه.
آقا قاسم بله چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نشده پس چرا اینقدر دلخوری؟ اخمات تو همه شام نخوردی؟ اگه بابت بچه ناراحتی؟ که الحمدلله حالش خوبه خودت گفتی که اون خانم این همه کمک کرد خدای شالا بچه هاشو براش حفظ کنه منم که فردا میرم صدقه میدم الان چرا ناراحتی؟ ها فهمیدم تو نفس بکشی قاسم من میفهمم چته به خاطر این زن است نه؟ آخه چطوری میشه؟ یه زن یه بچه غریبه رو اینقدر بهش مهربونی کنه پرستاری کنه خون دماغش رو پاک کنه بعد نتونه بچه های خودش رو ضبط و ربط کنه باشه یه چای دیگه بیار بخور بفرم قاسم میگم نمیشه با اون خانومه یه کمکی کرد چه کار کنم؟ من چه میدونم؟ تو عقل کلی، تو میفهمی گناه داره ها؟ میخوای انجمن درست بکنی؟ انجمن؟ انجمن چیه؟ انجمن یه سری خانم بیکار انصارشون رو تو خونه این میکنن، تو خونه اون میکنن البته اونا جمع هم، بهش میگن انجمن ولی شما یه نفری میخواین انجمن بسازید الان من چی گفتم اینجوری با هم حرف میزنی؟ گفتم بهش یه کمکی بکن شما خانم انگار متوجه نیستی ها یه سر قضیه حشمت فردوسه برم سر حشمت رو ببرم بذارم رو سینش پسرها رو صدا کن بیا بچه هم احد اسد بیاین بابا باهاتون کار داره احد بابا بله آقا جون میخوای بری ادامه درستتو بدی؟ بله آقا جون اسد تو چی بابا؟ تو هم میخوای ادامه بدی؟ بله آقا جون دختر بابا شما هم میخواین درستتون ادامه بدی؟ بله آقا جون خب از فردا دیگه نمیخواب ما بیایی سر کار فردا با ننتون برین رو پوش و کتاب و اینا برین مدرسه تون بگیرین شنبه برین سر کلاس آخا آقا جون شما که دستنهایی؟ تو نگران دستنهایمون نباش خدا کریم خسته میشینا همین که شما بابا درس بخونیم به یه جایی برسیم خستگی ما رفته بیچیره ها؟ بیشو لا اله الا الله سلام آقا جون سلام صابر چه خبر؟ سلامتی جورین الحمدلله آسی صابر بله آقا جون این بار حاجی متولی رو فرستادی بره؟ خوب شد گفتین همین الان زنگ زد گفتم باید از شما بپرسم آقا جون پرسیدن نداره که مرد خوش حسابیه بفرست براش آدم خوش حساب شریک مال مردمه همین امرو ردیف کن بفرست چشم آقا جون قاسم بله آقا مامور خودت بار بزن بله آقا بله آقا سلام آقا سلام علیکم سلام حالا خوبه قربان شما آقا به مرحمت شما بچه ها کجا بچه ها آقا خونن مریضن نه آقا خدا نکنه مریض باشن نه حالشون خوبه الحمدلله بچه را بچه ها تو امرو نیومدن خودم گفتم نه دست تنها میتونی؟ یه خاکی تو سر خودم میکنم آقا گفتم این طفلی ها گناه دارن بی سواد نشن از شمه برن مدرسه مرسه برن که چی بشه؟
مدرسه میرن که درس بخونن دیگه آقا، مثل باباشون حمال نشه. ببین شکمت سیر شده قاسم. برای چی؟ برای چی؟ برای همین تا چند وقت پیش صحبت این که باید آدم بشن و باسواد بشن و مثل باباشون نشن و اینا نبود، انگاری میوه این اسم قیمت باید خوب ساخته. آقا درس خوندن بده؟ دکی من به خوب و بدش کار نرم، من به این کار دارم که جفت چشایی تو با آسون خونه رو به پادمون زنه رو، حالا هندونه سوا کنی و تحویل بدی و پول بگیری و باقیش رو بدی و اختلاط بکنی و کی مواظبم خونه باشه. آخ شما خیالتون راحت باشه من مواظب هستم. ده نه دیگه، ده نیستی. چرا به خدا هستم آقا؟ ده نیستی، میگم نیستی. چشم تو نوزت و فرصت داری سر خواهیتو بخارونی، چه برسته به اینکه بخوای زاخسی های اون خونه اون زنرم چوب بزنی، اونم اون آدم ها که از تو هر آستینشون هزار تا کلک بریزه بیرون. اصلا ببینم اگه این دوتا دردونه اصلا کبابی تا درس نخونن چی میشه؟ ها؟ پای علم دنیا لنگ میشه؟ مریضا بی دکتر میمونن و میمیرن، قمر مصنوعی چهار قدم تو هوا راه میره بعد تلپ میافته پایین. ببین مثلا این بچه های تو درس بخونن چی میشن؟ درس نخونن چی میشن؟ نه دیگه ده بگو، ببین بگو. درس بخونن که خدا میدونه چه کاری میشن، درس نخونن یه حمالی میشن اینه باباش. فرامرز! فرامرز! سه کیلو چهار سر. سه کیلو دست درده یا آقا تمرو ترها نیستی؟ سر حالا بریم. یعنی این زنه امروز نمیاد؟ پنجشنبه است، تعطیله. سلام آقا قاسم. سلام خواهرم. حال شما؟ سلامت. یه چند تا اندونه بکشید من برم نون بگیرم برمیگردم. چشم. یه چند تا اندونه برای خانم بکش. جان قاسم یه حرفی میزنم این تمه میره راستشو بگو. قضیه این زنه با قشمت چیه؟ بیا با کارت برس، تو کاری به این کارا نداشته باش. جان خودم این زنه بد جایی زده، من نمیدونم چه کار کرده ولی آقا اشمت برای هر کسی قاطی کنه و دودمانش به باده. این زنه نمیدونه با کی در افتاده که، و اگه نه درجا سکته رو زده. خدا یا بده آدم برس. بابا تو که نمیدونی آقا اشمت چجوریه، فقط یه چیز شنیدی نهیدی که همین چند وقت پیش از دست ناصر کفری بود. ناصر هست داشت وسطی بچه های زبیکاکو. جون فرامرز یه بلایی سرش آورد، جون قاسم یه بلایی سرش آورد. خفه میشه یا نه؟ خفه میشه یا نه؟ چی کار داری میکنی حالا؟ میخوام دو تا هندونه وردارم ببرم ببینم کجا نیومدم بیرون. منم از صبح دارم همینه میگم. برو کنار، برو کنار. بابا سلام آقا قاسم، ما که هندونه نخواسته بودیم. نه شیرین بود، خودم براتون آوردم. بفرمایید. شما چرا زحمت کشیدید؟ مگه بچه‌ها نیستن؟ نه خونه موندن. چرا موندن خونه؟ خدایی نکرده مگه مریض شدن؟ نه حالشون خوبه.
رفتن با مادرشون بیرون برای خرید، یعنی رفتن کتاب و دفتر بخرن که از شنبه برن مدرسه. با اجازتون آقا قاسم. بله خانم. خدا خیرتون بده، شما بهترین پدر دنیایین. بهترین خبری بود که میتونستیم بهم بدین، ازتون ممنونم. چقدر میشه؟ قابلتون نداره، خودم با آجاقا حساب میکنم. با اجازه. خداحافظ. با اجازه تو. نمیذارم ببینتش. حسرت دیدن پسره رو به دلش میذارم. شده آقا قاسم؟ طوری شده؟ خانم نادری. بله. دست به چهاتون رو بگیرین فرار کنیم. ببخشید؟ دست به چهاتون رو بگیرین از این خونه، یعنی از این شهر فرار کنیم. اگه حشمت فردوس به چهار رو ازتون بگیره دیگه نمیذاره به چهاتون رو ببینین. شما واقعا کی هستین؟ آقا جون، بابا. چی داری میگی دختر؟ مگه من بجز شما کسی رو دارم؟ یه زن داشتم که بهش سراست، یه پسر داشتم که بهش سراست، یه دامادم داشتم که اونم به سر است. دیگه کسی برام نمیمونه. نه من مقصودم این بود که میفهمم تو میترسی که من وبال بشم جلو دستمات بگیرم، ولی نه، من هنوز انقدر قدرت دارم که کارای خودم انجام بدم. نه نه به خدا منظورم این نبود. من اگر نیم ساعت این بچه ها رو نبینم دق میکنم، میمیرم. میفهمی؟ نو آقا جون دور از جون، نیشه صد سال زنده باشین. من گفتم شاید این فکر بهتر باشه، اشتباه کردم. ستایشون طوری شده؟ نه